بینندگانی عزیز سلام، برنامه نوبتی قطره از علم است و ما آماده هستیم یک صحبت خاصه داشته باشیم. مهمانی امروزه برنامه ما هستند ریزو بهرامزاد، خادم پیشبری علمی اینستیتوت فیزیکا و تکنیکای به نام سلطان عمروفی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. شما رو به برنامه خیرم اقدم میگم. تشکر ریزو. خوب، موضوعی که با شما صحبت کردنی هستیم یکی از حادثه های فیزیکی هست که در جامعه همیشه رخ میدهد و تا اندازه نگرانی مردم هم به آن بند میشوند. این هم باشد گرفتی ماه و گرفتی آفتاب است. من میخوام که صحبت رو از همینجا آغاز بکنیم، مثلا این چگونه حالت است و در کدام وقت مشاهده کرده میشوند؟ البته حادثه های گرفتی نه گرفتی آفتاب و گرفتی ماه این حادثه های هستند که بسیار جالب از نگاهی علمی و یک شورانگیز هم هستند از نگاهی پیامدهایی که مردم از آنها انتظار هستند. و جالب از آن جهت هست که هر یک نفر، هر یک انسانی که در روی زمین زندگی میکند میتواند با چشم خود این حادثه ها را مشاهده نماید و از همین حساب دقت مردم به همین حادثه ها روانه کرده میشود. یعنی در کیهان گویم حادثه های طبیعی، حادثه های نجومی و استرونومی خیلی زیاد هستند، ولی از حساب آن که مردم آنها را با چشم خود نمیبیند با آنها دقت نمیدهد، اهمیت نمیدهد. حادثه های گرفتی آفتاب ماهتاب باشد، از قدیم، از همان زمان هایی که انسان خود را شناخت و سوالگذاری میکرد، برای آموختن طبیعت کوشش میکرد، دقت مردم را روانه میکرد. سبب اساسی آن است که برای چی همین حادثه ها به وجود میآیند. بله. یعنی انسان هنوز سببش را نمیدانیست، مکانیزمی به عمل آمدن این حادثه ها را نمیدانیست و البته وقتی که انسان یگان چیز را نمیداند، این چیز ترس را به وجود میارد. یعنی که عاقبت همین کار چی میشده باشد و در نتیجه خرافات گوناگونی، تصورات های نادرست گوناگونی، قصه و افسانه های گوناگونی وابسته به این حادثه ها بافته میشدن، ساخته میشدن و مردمی هر منطقه وابسته به طرز زندگی خود، وابسته به مکان زندگی خود، تصورات های گوناگون از این حادثه ها داشتند. تنها بعد مشاهده ها، بعد آموزش های کیهانشناسی سبب های آنها معلوم گردید و امروز ما میدانیم که حادثه گرفت این در بین دو جرم کیهانی قرار گرفتن جرم سیومی کیهانی میباشد. نخستی مرتبه همین حالت کی و چگونه مثلا آموخته شد؟ البته از نگاهی تاریخی اولین مشاهده های این حادثه تا به ما آمده نرسیده است، ولی همین چیز را گفتن ممکن است که این حادثه را در بابل قدیم، مصر قدیم، هندی قدیم و یونان قدیم می آموختند و قانونیت تکرار شوی آن را می دانستند. مثلا یکی از حادثه های تاریخی که ثبت گردیده است، اولین پیشگویی گرفتی آفتاب از طرف عالم یونان قدیم فالس صورت گرفته است که این در عصر 5 پیش از میلاد بود و همین چیز در تاریخ ثبت گردیده است. بعدا این حادثه ها را علمان دیگر آموختند، از جمله ارسطو. ارسطو در اساس آموزش حادثه های گرفت، خصوصا گرفتی ماه، یعنی در نتیجه گرفتی ماه این سایه زمین به سطح ماه می افتد، معین نمود که سیاره زمین کره شکل است. بله. و در تاریخ خلق ما نیز علمان زیاده به آموزش این حادثه ها مشغول بودند و یکی از اولین حادثه هایی که در تاریخ ثبت نام شده است، این از طرف احمد فرغانی پیشگویی شدن گرفتی آفتاب در سال 832 میلادی می باشد. یعنی در همین وقت علمی تاجیک که در بیت الحکمت بغداد فعالیت می کرد، به تحقیقات ریاضی و جغرافی و استرونومی مشغول بود، در نتیجه حساب کتاب های معین میگوید که در سال 832 گرفتی آفتاب به عمل می آید و منطقه هایی که از آنجا مشاهده کردن ممکن است معین می سازد. بعدا از طرف ابو ریحان بیرونی، از طرف ابو محمود خوجندی و دیگر علما این حادثه ها پیشگویی کرده می شوند، مشاهده کرده می شوند. خصوصا ابو ریحان بیرونی نیز در جوانی این حادثه را مشاهده کرده بود، در آثارش نوشته است و در آخر عصر 19 باشد از طرف عالم تاجیک حاجی یوسف میرفیاض و خوجندی همراه متخصصان روس این حادثه مشاهده کرده می شود و
این یکی از دلیل های تاریخیه که مردم تاجیک به مشاهده این حادثه ها مشغول بودند. یک حالت دیگر در روزگار اولی ابن سینا است به فکر من، وقتی که بله او رو مردم همون منطقه سنگباران هم میکنند، چند لحظه مثلا همین گرفت آفتاب دیرتر میشود، چگونه میشود، همین حالت است. و گون میکنم که همین گرفت ماه و گرفت آفتاب یک حالت هایی هستند که مثلا یک حسابی مخصوصی ماتماتیکی دارند که همه علمان که معین کرده میتوان که در چند سال و که چند مرتبه در یک سال این حالت رخ میدهد. در حقیقت اگر اجازت باشد من در تخته نقشه کشیده نشان میدهم، چه خیلی که به ما در نتیجه آموزش های استرنومی معلوم است، اگر در مرکزی نظامی آفتابی آفتاب قرار داشته باشد، در اطراف آن از روی الیپس زمین حرکت میکند و در اطراف زمین ماه نیز حرکت میکند. یعنی در اساس آموزشی حرکت انهمی سیر جرم کیهانی ما میتوانیم معین نماییم که در کدام حالت ها گرفتی آفتاب به عمل میاد و در کدام حالت ها گرفتی ماه. یعنی در حالت هایی که زمین در بین آفتاب و ماه قرار میگیرد، ما حادثه گرفتی ماه را مشاهده میکنیم. و در حالتی برعکس اگر ماه در بین زمین و آفتاب قرار گیرد، علاقه این گرفتی آفتاب است. یعنی ماه با همون خودش نور آفتاب را میپوشاند و سایه آن به زمین میافتد. و حادثه های گرفتی آفتاب و ماهتاب چنین نقشه دارم که من حالا تصویر میکنم. اگر این آفتاب باشد، اینجا زمین، در حالتی ماه در بین آنها قرار گرفتن، روشنایی که از آفتاب میآید چنین پهن میشود. اینجا سایه ماه هست و در این منطقه نیم سایه، یعنی سایه چی است؟ سایه آن است که در حالتی که عموما نور آفتاب نمی افتد، یعنی ماه در این حالت پر سطح آفتاب رو می پوشاند. در حالت هایی که نیم سایه است، از یک قسم آفتاب روشنایی می آید، از قسم دیگری آن روشنایی نمی آید. و در منطقه هایی که سایه پر سایه پوره ماه می افتد، در آنجا گرفتی پوره آفتاب مشاهده کرده می شود. یعنی این چی؟ گرفتی پوره آفتاب وقتی که ماه سطح آفتاب رو پوره می پوشاند و در همین حالت در همان منطقه ها تاریکی فرا می رسد و حتی بعضی ستاره ها رو مشاهده کردن ممکن است. در اینجا یک تصادف بسیار یک عجیب است. اندازه ماه نسبت به اندازه آفتاب 400 مرتبه خرد است. ماه نسبت به آفتاب 400 مرتبه نزدیکتر به زمین جایگیر شده است. اندازه کنجی آنها برابر است. وقتی که ماه سطح آفتاب را میگیرد، گویا که آنها اندازه های یک خیله داشته باشند. از حساب دورش، از حساب مسافه. از حساب مسافه و از حساب گوناگونی اندازه. و باید یک چیز را گویم که وقتی که ماهتاب در گرد زمین دور میزند، از روی الیپس حرکت میکند و در بعضی حالت ها اندازه کنجی آن خردتر میشود، در بعضی حالت ها اندازه کنجی آن کلانتر. و زمین هم از بس که در گرد آفتاب از روی الیپس حرکت میکند، در دوام سال اندازه کنجی آفتاب گوناگون می شود. از همین سبب نه همیشه در این منطقه ها گرفتی پوره آفتاب مشاهده کرده می شود. وقتی که اندازه کنجی ماه نسبت به اندازه کنجی آفتاب خردتر است، گرفتی حلقه شکل صورت می گیرد. یعنی اندازه آفتاب بزرگتر است از اندازه ماه، بنابراین ماه نمی تواند پوره سطح آفتاب را پوشد، در مرکز تاریکی به وجود می آید و در گرد آن یک حلقه روشن مشاهده کرده می شود. و همچنین در منطقه هایی که نیم سایه می افتد، ما تنها گرفتی جزئی آفتاب رو مشاهده کرده می توانیم. یعنی تنها یک قسمی آفتاب با داغی دایره پوشانیده می شود و تمام. بله. در حالتی برعکس وقتی که زمین در بین آفتاب و ماه قرار می گیرد، گرفتی ماه مشاهده کرده می شود. اگر این آفتاب باشد، این زمین است و اینجا ماه. الان خط میکشیم چه خیلی که در حالتی بالا بود.
در اینجا میبینیم که سایه زمین نسبت به اندازه ما خیلی کلان است. در حقیقت هم در واقعیت دونی مراتبه نسبت به اندازه ما، اندازه سایه زمین در مسافه ما بزرگتر است و دوامناکی حادثه گرفتی ما خیلی زیاد است. دوامناکی همون گرفتی پوره آن از نگاه نظریوی 107 دقیقه را تشکیل می دهد. اما دوامناکی گرفتی پوره آفتاب در یک منطقه معین حدودی 7 دقیقه را در بر می گیرد و تمام. و این هم وابسته است از مسافه آنها، مسافه بین زمین و ماه. و از بس که زمین دائما در حرکت است، وقتی که کیهان‌نوردان از کیهان به همین حادثه گرفتی آفتاب مشاهده میکنند، میبینند که همین سایه ماه در روی زمین با یک سرعت معین حرکت میکند که سرعت کمترینی آن در خط استوا یا اینکه اکواتور حدود 1 کیلومتر در یک ثانیه میباشد. یعنی همین سایه ماه در روی زمین با سرعت 1 کیلومتر ثانیه حرکت میکند. یعنی که گرفتی ماه و گرفتی آفتاب در یک وقت در تمام کره زمین نیست؟ نیست. درست. اگر ما همین رسم رو کشیم، میبینیم که یک تصمیه معینی باریکی هست که از در تنها در همان منطقه حادثه گرفتی آفتاب مشاهده کرده میشود. حادثه گرفتی ماه باشد در یک نیمکره مشاهده کرده میشود، یعنی در منطقه نسبتا وسیع‌تر نسبت به گرفتی آفتاب، از سبب آنکه در یک وقت ماه را از چند نقطه مشاهده کرده میشود. و برای همین هم پیشتر هولو هم وقتی که در یک منطقه گرفتی آفتاب به وجود می آید، متخصصان به همانجا سفر می کنند، تجهیزات و دستگاهشان را برده نصب می کنند و مشاهده می کنند. و همین چیز در تاریخ آسیای میانه نیز هست. مثلا سال 1887 یک اکسپدیسی آمده بود به آسیای میانه از طرف روسیه پادشاهی، آنها گرفتی آفتاب را مشاهده کردند. و همچنین 1 ینوری سال 1907 در آسیای میانه در منطقه های شمالتر از خوجند یک اکسپدیسی بسیار بزرگی علمانی ستاره شناس و جغرافیدان روسیه تشریف آورده بودند برای مشاهده گرفتی آفتاب. یعنی این حادثه بسیار یک حادثه بی‌نظیر بود و عکس های رنگی آن تا امروز باقی مانده است. یکی از سبب هایی که این حادثه از نگاه علمی بسیار مهم است، این مشاهده کردن تاج های آفتابی می باشد. یعنی وقتی ماه پور سطح آفتاب رو می پوشاند، روشنایی که از مرکزی دیسک آن می آمد کم می گردد و تنها روشنایی که از اطراف آفتاب به زمین می آید مشاهده کرده می شود. در همین حالت تاج های آفتابی مشاهده کرده می شوند. یکی از اولین علمانی که به موجودیت تاج های آفتابی اشاره کرده بود این ابوریحان بیرونی است و بعدن علمان دیگر در عصرهای 18-19 در اساس آموزشی آن خصوصیت های تاج آفتابی را معین کردند و حتی گزی هیلی نیز محض در حالتی مشاهده گرفتی آفتاب کشف کردید است. مهمیت همین تاج های آفتابی در چی است؟ مهمیت آن برای اول از نگاه علمی است، یعنی تاج های آفتابی چگونه پیدا می شوند، فونکسی آنها چی است، حرارت آنها چگونه است، در داخل آنها کدام روند ها می گذرند و یکی از مهمیت دیگر این تأثیر بادی آفتابی و تأثیر پرتافته شدنی ماده آفتاب از تاج های آفتابی به میدان مغناطیسی زمین می باشد که بعضی حالت ها به خاموش شدن قوه الکتریکی آورده می رساند و سببی به وجود آمدن افرازش های قطبی هم محض ان همین پرتافته شدن ماده از تاج آفتابی است. یعنی که اگر از روی حرکت زمین در گرد محور خودش اگر که معین کرده باشیم، امکانات مثلا هر سال رخ دادن این حادثه ها هست؟ البته این حادثه ها به حساب میانه هر سال از 2-3 مراتبه رخ می دهند، ولی احتمال آن که در یک نقطه این چیز را مشاهده کردن ممکن است خیلی خرد است. یعنی به حساب میانه اگر گیریم از یک منطقه تنها در دوام 360 سال میتوان همین حادثه را به پورگی مشاهده کرد. یعنی گرفتی پوره آفتاب را، گرفتی ماه باشد زودتر مشاهده کرده میشود،
یعنی برای مشاهده آن از نگاهی تکرارشوی مشکلی نیست. به همین خاطر علمان هر سال مثلا منطقه آموزش خود رو عوض میکنن برای مشاهده کردن نمیگن؟ بله، محض برای مشاهده گرفت آفتاب آنها اکسپدیسی تشکیل میکنن. تا زمانی فتح کیهان این یک وظیفه اساسی علمان بود. از بس که امروز ما میتوانیم آفتاب رو از کیهان استفاده آموزیم، دستگاه های کیهانی به کیهان فرستاده شدند که علاقه ضرورت تشکیل اکسپدیسی ها را برای آموزش تاچای آفتابی به منطقه های گوناگون از بین بردند. یعنی امروز از کیهان استفاده ما میتونیم به مشکلی روند هایی که در آفتاب میگذرد آموزیم. و حادثه گرفت آفتاب را بسیارتر آنهایی که برای حادثه های استرونومی را عکس گرفتن شوق دارند، اکسپدیسی تشکیل کرده رفته عکس برداری میکنند و عکس های خود را در اینترنت میگذارند. از دل خواه رصدخانه همین مشاهده ها را کردن ممکن است یا که رصدخانه باید که دارای تجهیزات های خاصه باشد؟ البته برای آموزشی گرفت آفتاب رصدخانه باید دارای تجهیزات مخصوص باشد، یعنی این تلسکوپ های آفتابی یا اینکه پالایه ها فیلتر هایی که توانند نور آفتاب را فرو برده تنها یک قسم کمی آن را گذارند. چگونه ای که ما میدونیم با چشم عادی به آفتاب نگاه کردن مشکل است، یعنی چشم ما ضرر میبیند و برای مشاهده آفتاب عینک های مخصوص ساخته شدند و همین عینک های مخصوص امکانیت میدهند که انسان با چشم عادی مشاهده کند. برای تلسکوپ ها نیز عیناً همین گونه عینک های مخصوص هستند که توسط آنها کیهان شناسان آفتاب را مشاهده میکنند و آدمانی عادی عادتاً اگر همین حادثه ها رخ دهد از هر گونه اسباب ها استفاده میبرند، باید در این حالت احتیاط باشند، زیرا که بعضی اسباب هایی که سیاه هستند نور آفتاب را به پورگی فرو نمیبرند و آنها امکانیتی ضرر رسانیدن به چشم را دارند. خوب سلامت باشید. در واقع اینجا شما خوش رو مثلا رسکشی کردید و فهمونده توانستید و میخواهم یک چیز دیگر رو از شما پرسان شوم. یگان حادثه استرافیزیکی یا که استرانومی به تاثیر به کره زمین و زندگی مردم نمیموند، یعنی به تاثیر نیست. همین حالت یگان تاثیر خاصه به زندگی روی زمینی دارد؟ اگر در عموم گیریم به زندگی انسان ها این چیز تاثیری مهمی ندارد، ولی وقتی که گرفت آفتاب به عمل می آید یا اینکه گرفت ماه، اول گرفت آفتاب رو تحلیل میکنیم، روشنی آفتاب خیلی کم می شود. یعنی تصور کنید که در دومی روز آفتاب درخشان بود، یک بار نور آن کم می شود، گویا که روز خیره می گردد و آفتاب از بین می رود، گم می شود، زیر سایه ماه می ماند. و در این حالت البته مردم زیاده که تصورات درست نداشتند فکر می کردند که آفتاب رو دزدیدند یا یگان فلاکت رخ می دهد، هر گونه آوازه و خرافات ها به وجود آمده بودند. یعنی از بس که آفتاب در زمین منبع حیات است، منبع روشنایی است، نیروی دهنده است، وقتی که همین منبع یک مدتی معین گم می شود، البته این در تصور مردم یک فلاکت باید در پی داشته باشد. ولی این گونه نیست، مردم می توانند تماما آرام و آسوده باشند، زیرا که این یکی از حادثه های طبیعت که زیاد رخ می دهد و به حیات انسان ها تاثیر ندارد. در بابت گرفت ماه باشد عیناً همین حادثه است، تنها از حساب آنه که نور آفتاب از قبط های اتمسفر گذشته به سطح ماه می افتد و در آنجا همین نور رنگ سرخ را می گیرد، چگونه که هنگام غروب آفتاب و طلوع آن شفق سرخ می شود، عیناً همین گونه سرخ شدن رنگی از اتمسفر زمین میگذشته و به سطح ماه میافتاده به عمل میآید و در همین حال ماه رنگی سرخ میگیرد، سرخ چتاب، و مردم ما آن را ماهی خونین نام میدهند، نام گذاشتند. و البته از حسابی که آن ماهی خونین نام گرفته است، البته بسیاری ها انتظار هستند که گویا یک فلاکت یک حادثه ناخوش رخ میدهد، اما چنین نیست. باید خاطر جمع بود و تنها از همین زیبایی طبیعت مشاهده کرد. بله، برای اونه که در صحبت ما بودید و با ما دایر به یک موضوع بسیار خاصه و جای صحبت داشتید، از شما منتظر هستیم. سلامت باشید. بینندگان عزیز، خود رسان میکنیم که در صحبت ما بودن ریزا بهرامزاد، خادم پیشبری علمی از اینستیتوت فیزیکا و تکنیکای به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علم های تاجیکستان، و ما صحبت داشتیم پیرامون حادثه فیزیکی و بسته به گرفت ماه و گرفت آفتاب.
تا صحبت دیگر شاد بمانید.